سلام، خوش آمدید به دیدبان. فرناز قاضی‌زاده هستم. این هفته مسعود بهنود در مرور مطبوعات از کشف مهمات جنگی در خانه در تهران میگوید تا شادمانی پایان جنگ در غزه. و در ادامه این برنامه پاسخی خواهیم داد به سوالات شما درباره همین برنامه دیدبان و همینطور پخش برنامه ها روی ماهواره یاست. آقای بهنود سلام می‌کنم خدمت شما. این کشف مهمات در خانه در تهران واقعا از اون ماجراهایی بود که میشه داستان نوشت. اتفاقا دیروز، سلام، اولا در روزنامه ایران، سرمقاله روزنامه ایران، آقای مرادی یه چیزی نوشته بود در همین باره، نوشته بود که آخه این داستان چی شد بالاخره. یه عکس بود و یه خبر گنگی که عکسی که نشون میداد دارن مهمات رو میبرن، یه دونه عکس هم بیشتر نبود. و بعد دیگه حالا هیچ اطلاع رسانی چیزی، بالاخره چی شد جریان؟ میدونید که چند سال پیش هم یه همچین اتفاقی تقریبا افتاد در مسجد مال آقای غفاری و وسط درگیری‌های سیاسی بود، بالاخره اونم معلوم نشدش که این مهمات پشت مسجد بالاخره چی شد، فقط یه مقدار درگیری سیاسی شد. بله، حالا بریم سراغ اون صفحه اول روزنامه‌ها که شما انتخاب کردین. فکر کنم اولی شهرونده، درسته؟ بله، شهروند. مهمترین نکتهش همین این عکسی است که همین تنها عکسی که به همین موضوع که شما اشاره کردید داره، که همین دارن مأمورین از زیر خونه ها پیدا شده و اینا ظاهرا زیر چند تا خونه هم بوده و خود خونه ها هم خبر نداشتن که از زیرشون یک انبارچه ای هستش. اما اون گوشه آدم هایی با شناسنامه شین م میم ر. یک گزارشی است که الناز محمدی تهیه کرده، رفته به یه دو سه تا روستای کوچیک نزدیک مریوان، اگه درست من بگم بژمار اسمش هست، هر دوتاشون اسمشون بیشه باره بالا و پایینه، و اونجا یک مردمی هستن 300-400 خانوار که الان هستن و اینها یادگار بمباران های شیمیایی هستن. و واقعا گزارش خیلی خوبی تهیه کرده الناز و به نظرم فضا رو کاملا میده. یه جایش داره از زبان اونا تعریف میکنه که اصلا چی شد. مثلا اون خانم تعریف میکنه که 17-18 سالم بود و اومدم از بیرون، بعد هوای یه صدایی اومد اول، بعد بوی پرتقال اینا اومد و به اضافه بوی نزدیک بوی سیر که بوی این شیمیایی بود، و بعد از اون بود که گوسفندا دراز شدن، درخت ها دراز شدن، و بعد این صحنه ای که توصیف میکنه و بعد آدم ترسون میکنه که قاعدتا باید بعد از این همه اینا تو بیمارستان خوابیده باشند، ولی ظاهرا همچی خبری هم نبوده. یعنی این بیمارستان هم خبری که شما نه اینکه اون موقع بوده نه الان هست بعد از 3 سال. و بنابراین دارن زندگیشو میکنن در حالی که از تمام این دو تا ده اینطور که توصیف میکنه خبرنگار صدای سرفه بلنده. بله. و مثلا آدمای 40 ساله شبیه آدمای 60-70 ساله هست. بذارید بعدی رو ببینیم، روزنامه آرمان. این اون روزی است که تو مجلس دعوا سر وزیر دعوا شد و این دعواه رسید به اونجا که بالاخره پایداری ها به آقای لاریجانی هم اونچه که مدت ها بود نمیگفتند ولی عملش رو میکردن. این عکس، ولی عکس آرمان عکس جالبی است. توی عکس به طوری که ملاحظه میکنید اون بالا همه اونایی که هستن، آقای تهرانی داریم تشخیص میدیم، آقای بزپاش داریم تشخیص میدیم، کلا همه پایداری ها هستن. بله. این پایین هم آقای نادران داره صحبت میکنه. بله، داشتم دنبال اسم عکاس میگشتم، حمید بله. راحل. بله، خوشبختانه حالا پیدا شد. ما معمولا عادت کردیم عکس بزرگ با عکس حجت ببینیم. به هر حال این خودش خیلی بامزه است به خاطر اینکه نشون میده که این عده با وجود اینکه عده کمی اند، بله، ولی حضورشون و هجومشون تو مجلس چقدر زیاده. من نمیدونم این عکس، یه عکسی در اومد از آقای رسایی که یه کاغذ گرفته دستش روش نوشته دوپینگ، با دوپینگ لاریجانی هم نشد. آره، هم چیزی و اصلا خیلی بعیده نماینده مجلس، حالا نمیدونم واقعا عکس واقعی بود فتوشاپ بود، ما نفهمیدیم. فتوشاپ نبودش چون جای مختلف بله. اومده بود. بله. اون بله، ظاهرا این صحنه اتفاق میفته. به هر حال اونا حق داشتن که، یعنی هر وقت که همچی اتفاقی بیفته یه اقلیتی بتونه یه اکثریتی رو تو مجلس دنبال خودش بکشونه بعد انقدر خوشحال باشه دیگه. و اونجا هم که احتمالاً حرف دولت هست که به هر حال بورسیه ها پیگیری میشه حتی اگه 10 تا وزیر برکنار بشن. چیزی که من متعجب کرد این جامعه جمع
بنیانگذارش همون کسی است که این روزا هم خیلی سیبل معاون وزارت ارشاد شده است، آقای انتظامی. انتظامی اولی که این مجله درست کرد یادتونه که مجله بود شبیه یه روزنامه بود شبیه همشهری، به مسائل هنری میپرداخت، مسائل زندگی میپرداخت. اصلا قرار این بود که در واقع یه روزنامه‌ای بشه در بحث هنری و صدا و سیما، خصوص دعواهای تند اینطوری. الان دیگه اصلا اینطوری نیست، چون که می‌بینی عکس اصلی یه مقاله ای رو روزنامه خبری، یه مقاله سیاسی رو که داره یه چیزی رو که سال‌هاست و مدت‌هاست گفته میشه داره تکرار می‌کنه. داعش رو آمریکا ساخته است. بله. و حالا به جان آمریکا افتاده است. اینم اینقدر گفته شده که دیگه اصلا بداعتی نداره برای اینکه بیاد صفحه اول یه جایی، اما با یه فتوشاپ یه همراه شده. یه شبیه نینجاها در کاخ سفید مثلا. بله. و بعد خلیفه ای که از کاخ سفید برخاست. بله. یعنی این حالا خلیفه ابوبکر هم از کاخ سفید بیرون اومده. بسیار خوب. ولی حالا یه مقاله‌ای باشه و حالا آدم فوقش میگه که این چه چیز تازه‌ای داره که مقاله شده، ولی تیتریه که روزنامه‌ای که قرار بود روزنامه شاد خانوادگی غیر سیاسی باشه به نظر من چیزی کلا چیزی که من متوجه نمیشم عکس فتوشاپی به این شکل در صفحه یک معمول شده. این اواخر زیاد میبینیم مثلا همون پینوکیو. صفحه یک معمولا عکس خبری پینوکیو که در حمایت چاپ شده بود هم از همین دست. بعدی رو ببینیم، روزنامه ببینیم این فریختگان گیلانه. بله. فریختگان چند تا ویژنامه برای استانها منتشر میکنه در طول هفته. به نظرم اتفاق مهمی که میفته این چرخیدن نشریات شهرستانی هست. بله. از اخبار دولتی خودشون، معمولا روزنامه‌های شهرستانی که از مهمترین عیبایی که دارن این که میرن با مقامات دولتی مصاحبه میکنن. بله. وی گفت وی افسود. بله. و بیشتر از این نمیبینن داستانو، یا احساس میکنن نمیشه، یا واقعا نمیشه، نمیدونیم ما. البته خیلی بنیه ضعیفی دارن دیگه، خیلی ضعیفن. ولی رفتن روزنامه‌های مرکزی، بله، به داخل استان‌ها و دادن ویژنامه، از جمله حسنایی که میتونه داشته باشه همینه که الان شما میبینید هم یک بسیار گفتگوی مفصلی کرده، چند تا مقاله گرفته از چند نفر راجع به اینکه جنگل گیلان چرا به این سرعت در از بین میره، موضوع اصلی. بله. مردم گیلان. همین که یک گزارشی همون کنار هستش درباره اینکه یک ضرب و شتم میکردن مامورین و بعد تازه وقتی بردن اونایی که زخمی شده بودن به بیمارستان هم پذیرش نکرده. به حال یه گزارش محلیه. بله. ممکنه بگیم در بین گزارش‌های کشور خیلی اهمیت نداره، ولی به نظرم مهمه که خبرنگارای محلی دارن یواش یواش عادت میکنن که این موضوع رو ببینن، که از محل خودشون خبر. بله. بیارن و بذارن تو صفحه. بذارید روزنامه ایران رو ببینیم، آخرین روزنامه‌ای که شما انتخاب کردید. روزنامه دیروز بیشتر روزنامه‌های هوادار دولت یا روزنامه اصلاح طلب یا روزنامه میانه رو تیتشون یا عکس اولشون عکسی بود که خیلی رهبر رو با رئیس جمهور در حالت خصوصی و خندیدن و اینها نشون میداد. بعدم گفته های ایشون که منم اگه جای رئیس دولت بودم از این انتقادا ناراحت میشدم و شبیه به این. روزنامه دولت ولی کماکان شأن خبری خودشو دنبال کرده، یعنی عکس خیلی خوبی داره از غزه. بله. و از جشن به اصطلاح آتش بس، گفته قوقای پیروزی در غزه. بله. اون اینم به نظرم تفاوت روزنامه دولت هست، به خاطر اینکه روزنامه‌های دست راست همشون این پیروزی رو با عنوان‌های تندتر از این آوردن. بله. یعنی اولا فرض کردن آتش بس حتما پیروزی حماسه. بله بله. و شکست، حتی شکست اسرائیل. کیهان که در وسط هفته از قول جرزالم پست زدش که آتش بس پیروزی ایران هست و شکست اسرائیل. بله بله. ولی به هر حال روزنامه دولت آرومتر رفته به طرف ماجرا. متشکرم آقای بهنوت. هر هفته نظرات و پیام‌های زیادی از طریق ایمیل، فیسبوک و توییتر از شما به ما میرسه. برای این هفته دو موضوع رو انتخاب کردیم که راجبش صحبت بکنیم. اولیش در مورد همین برنامه است، برنامه دیدبان. رحیم در ایمیل‌های زیادی، حداقل دو ایمیل شما دیدیم، نوشته که نسبت به مدت زمان کم برنامه دیدبان تجدید نظر کنید. واقعا دیدن حدود 25 دقیقه برنامه در هفته که شاید حدود 5 دقیقه‌ش هم به پاسخگویی انتقادات می‌گذره زمان کمیه. اما مسئله اینه که بلند یا
کوتاه کردن زمانه برنامه مستلزم برهم زدن ساعات یا تغییر در برنامه‌های دیگه است که به راحتی برای ما امکان پذیر نیست. به همین دلیل برنامه دیدبان در حال حاضر زمانش تغییر نخواهد کرد، زمان پخشش تغییر نخواهد کرد، طولانی‌تر هم نخواهد شد، حداقل در کوتاه مدت. اما علی پرسیده چرا کانال شما روی ماهواره یاسد پخش نمیشه؟ فرکانسی برای پخش روی یاسد بذارید. این رو قبلا هم گفته بودیم، قبلا هم اعلام کردیم که به زودی برنامه‌های بی بی سی فارسی رو میتونید روی ماهواره یاسد ببینید. در حال انجام پیگیری‌های لازم همکاران ما هستن، به زودی اعلام می‌کنیم که از چه زمان و چطور امکان دیدن برنامه‌ها روی این ماهواره خواهد بود. فعلا پاسخ این دو سوال رو داشته باشیم، برگردیم به مرور مطبوعات با آقای بهنود. خب آقای بهنود، بریم سراغ کارتون ها. ببینید، کارتون ها هم مثل همیشه آینه یه چیزی هستن که در طول هفته اتفاق میفته و افتاده. به همین جهت عجیب نیست اگر پس لرزه استیزاه به این هفته هم کشید. عربانی کشیده است، کاریکاتوریست قدیمی، صحنه ای رو که اینجا ظاهراً آقای جهانگیریست، چون روحانیون که نمیشه کشید، بنابراین آقای حسن روحانی هم نمیشه کشید. آقای جهانگیریست که بلند کرده علامت داده، گفته که فرجی بیاد بیرون، نجفی بره تو. بنابراین اونم با علامت پیروزی، پیروز دیگه، اون داره میاد بیرون، نجفی داره میره تو، اونم بقیه افرادی هستن. اون طرف هم پایداری ها آتیش گرفته. بذارید بعدی رو ببینیم. خب از دید امین منتظری این ماجرا که آب آشامیدنی وارد بکنند یه طعنه بهش زده. اونم برای کشوری که همین دو سه سال پیش، سه چهار سال پیش صحبت از صادرات آب به شیخ نشین های جنوبی بود، ولی به هر حال داره کشیده که made in China، یعنی آب هم از چین وارد میکنند. بعدی رو ببینیم. خب حسن کریمزاده در حقیقت داره اعتراض میکنه وضعیت جهان، میگه این پلاک شهدا، پلاک مختصان جهانی شده. بله. جهان شهید. بریم بعدی رو ببینیم. کار احسان گنجی. احسان گنجی است که اشاره میکنه به همون کمپین سطل آب یخ. این بار بچه غزه‌ای اون سطل ازش بم میاد بیرون. بله، خیلی تاثیرگذار هست اون کار. بریم سراغ مطالبی که انتخاب کردید آقای بهنود. ببینید این هفته میتونم بگم شاید 10-20 تا انتخاب وجود داشت از اول هفته که میشد انگشت گذاشت روشون و گفت و چقدر خوبه. این صفحه است که در شرق دارید میبینید که یه دو صفحه درست کرده بود درباره سیمین خانم. اما به نظرم کار مهمی که کرده اینه که اولا در وسط صفحه یک به اصطلاح گفته یه روزنوشتی رو آورده از قول یه کسی که به هر حال سیمین خانم دیده و خیلی خونسرد، نه به سبک مقالات که نوشته میشه، خودش با ایشون عکس یادگاری گرفته، سلفی گرفته، نه اینکه نقل کرده است که ایشون چی گفته در مراحل مختلف و چی، و یادگار خوبه. اما به نظرم مهم مقاله است که از سپانلو گرفته شد. سپانلو ظاهرا به دلیل بیماریش در مراسم نبود، نه غیبت داشت، دیده نشد. بعدم این مقالاتی هم که نوشته شد، شعرهایی هم که گفته شد و اینا، اونجا حضور نداشت. اینجا مقاله کوتاهی نوشته، به نظرم خیلی مهمه. سیمین یک حقیقت پایدار بود. توش اشاره میکنه که شاید سکوت کرد ولی هرگز دروغ نگفت. و اشاره میکنه به این دو نوع زندگی که در زندگی ادبیش سیمین خانم داشت تا انقلاب و بعد از انقلاب. و بعد اونجا میگه که این تعقل روحیش و این کاری که با غزل کرد، به هر حال به نظرم جزء معدود نوشته هایی بود که تعریف و تحسین بی پایه و اغراق‌آمیز یا اینکه این چیزا که معمول هستش، بیشتر ادبیات، نه یه نگاه ساختاری به زندگی یک شاعر بزرگ و یک آدمی که به قول او یک حقیقت پایدار بود. به نظرم خیلی خوب. به نظرم یکی از ویژگی های خانم بهفهانی بود که دو، به خاطر عمر طولانی که داشتن خدا را شکر، دو مرحله، دو زندگی کامل کردن. یعنی یک شاعر برای غزل سرایی که شعراشون هم خیلی زیاد اشاره کرده که الان قسمت اول زندگی خانم بهفهانی تو شبه قاره هند و آسیای میانه خیلی گسترده است. شعرهای اون موقع ترانه میشه و اینا خونده میشه. بعدی رو ببینیم. ببینید این صفحه ایست که روزنامه شهروند درست کرد به عنوان برای بازی صلح، اینکه به اصطلاح آموزش صلح، صلح در زندگی، صلح با هم دیگه. بنابراین رفت سراغ مدارس. اول اونجا که میبینین یک شادی خوشکار یک گزارش درست کرد از یک جایی که خودش میگه باغچه کودکی اسمشه و
و بعد میگه که اونجا یه خانم هما زندیه و یه گروهی اومدن یه باغچه‌ای درست کردن بچه ها مثل مهد کودکه، ولی اونجا توی محیط طبیعت میگذرونن فضا رو و یه تجربه خیلی خوبی است. اما این طرف یه مقاله نوشته آقای علی اکبر زین العابدین که آموزگار هستند و ظاهرا من ندیدم، یک ماهنامه‌ای هم به اسم قلک منتشر میکنند، اسمش پیداست. بعد نقل میکنن که بچه اومد خونه خیلی عصبانی بود و خیلی چیز، گفتن چه دعوا کرده بود با دوستاش پسر. بعد خب چرا دعوا کردی؟ اینا اون زد ولی من نزدم، بغض کرده. بنابراین پدر معلم شروع میکنه برو نصیحت کردن که نجانم خیلی خوب کاری کردی، فردا هم که میری برو برایش مثلا یه شاخ گل ببر اینطوری. این شروع میکنه نصیحت کردن، او هم همینطوری نگاه میکنه میگه همین حرفا رو زدی من اینطوری شدم و به من میگن بیا ارزو اینا. این مجادله بین پدر و پسر میگذره تا میرسه آخرش، میگه فردا صبح زنگ زدم مدیر مدرسه، خوشو بشو حال احوال کردم، صدای خندش بلند شد، حرفم که تموم شد گفت آقا ما مخالفیم که این بچه‌ها پاستوریزه بار بیان، دولتی غیر دولتی نداره قربون، این فردا پس فردا میخواد بره توی مملکت زندگی کنه، بذارین دعوا کنه، بذارین بزنه، این حرفا که شما میگی مال این مملکت نیست. مهم اینه این حرفا مال این مملکت نیست، تیترش هم همینه، این حرفا مال این مملکت نیست. خب بریم سراغ مجلات، تعدادشون هم زیاده این هفته. بله اگه موافقی در سرزمین من شروع کنم که مجله در حقیقت ایران شناسی و ایرانگردی هست. ببخشید. هر چه جلو میره مجله از نظر چاپ و به نظر من از نظر عکس خیلی فرق میکنه وضعش، یعنی هی بهتر میشه، هی جا افتاده تر میشه. عکسی است که محمد سمندری گرفته و از چهارمحال بختیاری، اصلا واقعا این تصویر فوق العاده است، یعنی به خصوص شبیه ماسوله است انگار. بله به خصوص در وضعیتی که صحبت وقتی تو جزئیاتش میرین اصلا کاملا زندگی نشون میده، یعنی تو تمام پشت باماشون خانوما دارن چیز خوش میکنن، هم سبزی خوش میکنن، هم چیزایی که بعدم میشه نگهش داشت مثل قیسی و توت و اینا، اینا کاملا پیداست رو پشت بونا حرکت میکنه. عکس ها این عکسی است که میدونید چه کجاست، آره کشتی عکاس رفته صبر کرده تا این تقارن ماه اتفاق بیفته، بنابراین عکس خیلی خوبی. غیر از عکس ها گزارشگاه هم خیلی به نظرم مهمه. بذارید اینو بهتون بگم، یه گزارش راجبه یوز ها نوشته. یوز ها نمیگرن، میگه که این درسته این جانور هم بردیم برزیل و اینجا ها چیز کردیم اینا، ولی وقتی گوینده ها تعریف میکردن راجبش یه حرفایی میزدن به این یوز نمیاد، از جمله اینکه هی میگفتن قرش یوز، این یوز پلنگ نیست، این صداش خیلی ضعیفه، شبیه صدای پرنده پرنده هست. خیلی نکته خوبی رو آقای میرزاده دو سه تا چیز دیگه هم توجه داره، واقعا میتونه مثل گربه میو میو کنه. بعد میگه که در این حال باز دوباره وقتی که مثلا اون افسانه ما و پلنگ یاد حضرات میاد، باز اینو به یوز نسبت نه، یوز یه حیوان دیگه ایه، اون پلنگه که میره بلندی و اینا، هر چی خال داره پلنگ نیست. نیستش بله. به قول تاجیکا ببر نیست. بله. و این چند تا گزارش از جمله گزارش و عکس خیلی خوبی که سجاد پیشدادی هم عکس‌ها رو گرفته. ببینید چقدر این زن واقعا هم لباسش هم چهرهش واقعا برای یک زن پیر، فقط این تو کوهستان ها چنین اتفاق میفته، اینجا علموته که این بله. منطقه میبینید که این تصویر این خانم آقای پیشدادی رفته اونجا رنگ. یه چیزی که غایب الان به نظرم بله نگاه کنید چقدر بعد با جزئیات شما به جزئیات الان فکر میکنید که این از توی مودی بیرون اومده بله. این ترکیب گل های ریز که همطور تکرار شده در این که مختلفه خیلی مدل لباس گل دار هارمونی هم داره. مهمتر از همینه که بعضی در اون منطقه علموت بله. بعضی از جاهای باستانی که دیگه اصلا جاهای دیگه ایران نیست، مثل آهنگری با کوره بله. مثل نعل اسب درست کردن، کلید سازی بله. اینها دیگه نیست و این گزارش فوق العاده است و این رو هم ازش نگذریم که گزارشی است که آقای عبداللهی نوشته. شما اسقر عبداللهی میشناسید بدین بله. که فیلمساز فیلم نام نویس است و در این حال داستان نویس همون آقای اسقر عبداللهی رفته است به اونجا، چون میدونی خودش هم اهل جنوبه بله. رفته اونجا فصل آواز بلبل خرما و بعد درباره خرما پزون و اینکه سفر برای رسیدن به سفره بله. ظاهرا این سفر دوره ای است که آقای عبداللهی داره میره بر مجله به اصطلاح سفرنامه می نویسه. این دفعه مجله فقط من متوجه نشدم این عکس روش مشروطه سالگرد بوده دیگه بله. وقتی مجله منتشر شده نیمه مرداد بوده است، بنابراین سالگرد بخشی هم داره بنابراین این بخش
مشروطه هم قصه مشروطه رو میگه و طبیعتاً قصه مشروطه رو در گردش دور ایران میگن، بنابراین یه جوری به ایران شناسیش مربوط است. به حال مجله‌ای است که به نظرم روز به روز بهتر میشه. بله. یکی دیگه از انتشارات همشهری این مجله سینمایی همشهری که منتشر میکنه. اصولاً اون چیزی که تو انتشارات همشهری میگذره، گرچه نمونه هایی داره بیرون ولی نمیتونم همشو بگم، ولی به نظرم بخش عمده ایش از نمونه هایی که داره و نمونه های به اصطلاح بخش خصوصی و آزاد هستش بهتره. بله، مثلا مجله داستان یا مثلا مجله داستان نمونه خوب. مجله سینما رو هم شاید بشه گفتش که قابل رقابته، دست کم نظر کاغذ و چاپ. این 24 اسمش به خاطر 24 فریم و درباره سینماست. عکس آقای فخیم‌زاده رو جلدشه به دلیل اینکه یه گفتگویی کرده است با بهروز افخمی و مهدی فخیم‌زاده. سردبیر هم در به اصطلاح شروع سرمقاله بشه گفت نوشته، اشاره کرده به این فجر و به نظرم حرف درست حسابی میزنه. میگه یه بار بیان بگیم این جشنواره فجر مال چیه؟ مال اینه که مثلا انقلاب اسلامی رو توضیح بده، مال اینه که تولیدات فکری بخش های مختلف ایران رو برای جهان توضیح بده، جهان رو برای ایران توضیح بده، اصلا یه جشنه. بعد اون مسابقه چیه؟ اون مسابقه چطور میشه که توی یک مسابقه مثلا هم چه رو گذاشت هم رد کارپت رو، یعنی فیلمی که اون همه بسا خرج داشته و اون همه سرش کار شده، یا یه فیلم کم ساخته کم خرجی مثل فیلم های عطاران که البته خیلی پرفروش بوده، چطوری اینا میشه گذاشت توی مسابقه و بعد نچاست. حرفای شبیه اینو مطرح کرده و معتقده که باید جشنواره فجر رو نشست و به طور اصولی نگاه کرد به اینکه منظور ازش چیه و چرا. یه بخشیش راجع به همین رد کارپتیه که گفتم، یه مصاحبه هم میکنه با این آقای عطاران کول خون سرد و اون میگه که خلاصه راز موفقیت چیه. میگه موفقیت اینو من نمیدونم، من فکر نمیکنم، کتابم نمیخونم. آره، و اصلا هم فکر نمی کنم که سینما باید حتما شیک باشه. شیکی نداره. در این حال تو زندگی سختم نمی گیرم، کمتر به مجلس خط میرم، اگه دوستی در بیمارستان باشه کمتر پیشش میرم. در مقابل همیشه سعی کردم با چیزایی که مرا میترسونه بیشتر شوخی کنم. به همین جهت چون هر چی جلو میرم بیشتر میترسم، به نظر می رسه شوخی هم بیشتر می گیره. بله، با همه چی بیشتر شوخی می کنه. آره. بریم سراغ مجله هیچ وقت ندیده ای رو ببینین، مجله یوگا. این شماره موقعی که منتشر شده، من تصورم این بودش که اگه مجله این شماره رو می گیریم با توجه به درگذشت آقای آینگار که به سبب بنیانگذار یک نوعی از یوگا بودند و شما هم تو 60 دقیقه دربارش گفتید به درست، 99 ساله‌ای که میدونید در اصل رفتنش به طرف یوگا به خاطر این بود که سل داشت تو بچه و اون وقت نمیتونستن، فقیر بودن نمیتونستن سل رو مداوا کنن. یه نفر بهش گفتش که یوگا چارت همینم زندگیت میشه. بله. و الان که تقریبا در همه دنیا یه سبک یوگا به اسم آینگار هستش و همه یه شاگردای او در دنیا پراکندن، خودش هم 99 سال با اون بیماری سر کرد، میشه فهمید که اون حرف درست گفته بود. ولی مجله هم یه مطلبی رو از بخشی از کتاب او، کتاب انگار که پرتوی از زندگی اسمش هست، یه بخشی از اون رو مجله چاپ کرده. به حال مجله یوگای شهر دیگه. بله بله. بخارا رو هم آوردین آقای بهنام؟ بخارا اگه برسیم. بله بله، راجع بخارا هم بگی. خیلی خوب. بخارا گرچه که هیبتش آدم رو میترسونه و آدم فکر میکنه که تو یک دو دقیقه نمیشه گفت، ولی به حال حق داریم سعیمون رو بکنیم. بخارا این دفعه روی جلدش آقای نجف فریمندگی و به دلیل اینکه شبی هم بخارا، مجله بخارا برپا کرد، از این شبهایی که برپا میکنه، جشنواره‌نامه نجف دریبندری رو هم منتشر کردن. در اون شب هم آدم های مختلفی، محمود دولت‌آبادی، آقای انور، آقای پارسی نژاد، کسایی که از نزدیک میشناختنش، ناصر تقوایی، سیروس علی نژاد، اینا درباره خود این سوال مهم که چطور آقای دریابندری با این همه هنرهایی که داره، ترجمه خوب و نوشته خوب، چطور رفت کتاب آشپزی منتشر کرد، اون از کجا اومد، نقش فهیمه در زندگی او که الان نیستش. ولی چه خوب که این در واقع بزرگداشت‌ها رو حالا برگزار میکنن. خدای نکرده سابق همیشه اینطوری بود، یک نفر که میرفت تازه مراسم بزرگداشت میکنه، الان افراد هستند خودشون میتونن حاضر باشن تو اون جلسات و خب به هر حال باید همین بزرگداشت‌ها زمانی که طرف هست برگزار بشه. بله، فهمیم سخن هفته پیش نوشته بود که بخارا داره خودش یک ستونی میشه و بلی. درست این حرف،
یک ستونی شده الان بخارا، به خاطر اینکه هم چیزایی توش میخونیم که مال آدمایی است که جای دیگه چیزاشو نمیخونیم. بله. و هم به دلیل همین توجهی که به آدم‌های مهم می‌کنه. بریم سراغ نکته آخر ببینیم. بله، نکته آخر اگر که وقتمون اجازه بده، این کارتون که دارید می‌بینید کارتون نعیم تدین هست که روی جلد خط خطی اومده. داره اشاره می‌کنه به چی؟ اشاره می‌کنه به این ماجرای هواپیمایی که اومد و حادثه‌ای که خوب یا ایران 140 و داره میگه که وقتی این حادثه اتفاق افتاد مردم که جمع شده بودن اونجا، اونها در حقیقت واکنششون چی بود؟ انگار که نقد این دفعه، حالا دیگه از حادثه دور شدیم، نقد بیشتر این نیست که واکنش مردم، واکنش اون کسی که میگه که خوب شد نرفتیم مراسم اعدام، یعنی این جذابتر دیدنی آره. تره و اون کسی که میگه که عکس بگیریم زودتر بذاریم روی یوتیوب و تعداد زیادی که به اصطلاح موبایلاشون در آوردن، ظاهرا داره به واکنش های اول به نظر میاد یه مقدار بی‌مهری است نسبت به اینکه به هر حال در مواقع اینطوری مردم هم احساس همدردی میکنن. آره، منتها فقط تجربه که ما معمولا انتقاد از مردم موقعی که جمع میشن دار نگاه میکنن و بله. دیده بودیم، شنیده بودیم، خونده بودیم، ولی انتقاد از بقیه رفتارها که اونم میشه بیشترین چیزی که من از سالهای پیش میشنوم، مامورین آتش نشانی و نجات تو ایران گرفتارشن، جمعیتی است که جمع میشه. بله. تصادف میشه، حتی گاهی اوقات باعث میشه کسی که تصادف کرده فوت بله. میکنه. پوریا عالمی در این حال توی شرق نوشته بود که آقای بیژن نوباوه نماینده مجلس، نماینده تندروی مجلس گفته بودن اینکه افراد خودشون رو از همه صحنه‌های سیاسی دور کنند نشدنی است. بله. پوریا عالمی میگه من این جمله رو یه بار دیگه بخونین، این چی شد، این جمله چی شد؟ بعدم اینکه ما تا حالا فکر کردیم اگر افراد بخوام بیان تو صحنه سیاسی نشدنیه، حالا معلوم شد حتی اگه بخوای دور از صحنه سیاسی باشی اونم نشدنیه. و حالا اینو باید چیکار کرد؟ ما بعد از دو سه شبانه روز که داریم فکر میکنیم که ایشون چی گفته، تا بالاخره ما دیدیم که این افرادی که در صحنه سیاسی هستن باید بمونن چون دیگه خروجشون نشدنیه. کلا سیاستمدارا تو همه دنیا جملات قصار زیاد میگن که هیچ نشدنی. خیلی متشکرم آقای بهنود و مثل همیشه ممنونم از شما که با ما در دیدبان همراه هستید. نظراتتون رو همیشه میتونید برای ما بفرستید، میتونید به بی بی سی دیدبان توییت کنید، میتونید به didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید، دو شماره پایین هم برای اس ام اس هست. از طرف خودم و آقای بهنود هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شب و روز بر شما خوش.